با درود فراوان پوران پرقبال هستم مشاور بالینی روان درمانگر و مددکار کار اجتماعی با سلسله برنامه جدیدی در خدمتون هستیم از طرف آریا تیوی و سپاس از همکاری این تلویزیون عزیز امروز میخوام راجع به قدرتمندی فکر و راهکارهای زیستن صحبت بکنم در دورانی ما زندگی میکنیم قرنی هستیم که افسردگی و استراب به عنوان سرماخوردگی فصل حساب میشه و به هر حال افکار ناراحت کننده و شرایطی که بیرون هستش و گایقات در درون زندگی ما اینقدر فشار میارن و شدید هستن که ما رو میبرن به طرف اینکه از خودمون بیخود بشیم و دور بشیم و شاد نباشیم وقتی حرف از شاد زیستن میزنیم به معنای دور بودن از واقعیات یا نداشتن غم و غصه و ناراحتی نیست نه خیل. ما روزگاری هستیم که شرایط زیادی دور اطرافمون هستش و هر لحظه میبینیم میشنویم تجربه میکنیم مسائل مختلفی رو که شاید اصلا به ما هم ارتباطی نداره ولی ما رو تحت تاثیر میذاره در نتیجه راه حل به اصطلاح شاد زیستن و دوری از افسردگی دوری از اخبار نیست بلکه آگاهی از اینه که افکار ما به چه صورت تاثیر قرار میگیرن و افکار ما چه تاثیر روی عواطف اون دارن عواطف اون چه تاثیر روی رفتارهامون دارن و رفتارهامون چه جوری فیزیک بدن ما رو شرایط روانی ما رو میتونه مختل بکنه در نتیجه با هم هستیم من راجع به این مسائل یک کم بیشتر خاص صحبت بکنم اگه ازتون بپرسم که چه اندازه شاد زیستن رو و قدرتمندی فکر رو یه ترجیحی توی زندگیتون میدین چی میگین؟ اگر ازتون بخوام که از عدد یک تا ده ده بیشترین یه نمره بدین به خودتون که چقدر فکرتون قدرتمند هستش حافظتون تو دست خودتونه و از افکار ناراحت کننده و پریشان به دور هستین یا اینکه میتونین افکار ناراحت کننده و پریشان رو تحت کنترل خودتون در بیارین در مورد چه نمره میدین در هر اختیار با شماست که ترجیح به زندگی تو زندگیتون ترجیح به چی میدین افکار شما رو کنترل بکنن یا اینکه شما شرایط و افکارتون رو کنترل بکنن من میخوام در اینجا صحبت از این بکنم که چه شرایطی باعث میشه که افکار ما منحرف بشن اگر اینها رو شناسایی بکنیم میتونیم چیکار بکنیم به خودمون بیشتر کمک بکنیم و شازیستن رو که حق همه ماست و لیاقتش هم داریم بتونیم بیشتر ازش استفاده بکنیم شازیستن البته دوباره میگم به معنای شادی کامل و نداشتن غم نیست بلکه به طرف رضایتمندی از زندگی با هر شرایطی که هستیم رفتن به اون طرف و زیادمندی داشتن هستش خب چهار تا شرایط هستش که معمولا افکار ما رو منحرف میکنن شرایط جدایی خب تو جدایی حالا فقط جدایی به عنوان طلاق حساب نمیشه جدایی از خانواده به عنوان مهاجرت دور شدن از خانواده جدایی از یک عزیز یک یار از دست دادن کسی در اثر مرگ یا سوانه یا شرایط زندگی در هر صورت جدایی یکی از شرایطی است که ما رو ناراحت میکنه کیو ناراحت نمیکنه کی دوست داره که از عزیز خودش دور بشه مسلما اینطور نیست ولی کن میخوام که این رو شناسایی بکنیم ببینیم اگر شرایط جدایی هستش که ما رو اذیت میکنه افکارمون رو به خودش به اصطلاح درگیر کرده و ما نمیتونیم از اونجا بیرون بیایم اون موقع هستش که نیاز داریم کاری انجام بدیم با ما باشید برمیگردیم

عزیزان بسیاری من ایمیل و نامه و بسیار مسج داشتم که پیام داشتم که در مورد این جدایی و به خصوص کسی که گفته بود که من برادر عزیزی رو از دست دادم و فکرم ذهنم زندگیم همه چیم درگیر اون مرگ هستش و نمیتونم از اون شرایط بیرون بیام فکر می کنم اتفاقا این ویدیو الان به درد این فرد و این افرادی که در اثر مرگ و جدایی از کسی یا حتی طلاق تو اون شرایط میمونن و درگیر میشن و فکر در حقیقت یه جا میمونه و نمیتونن خودشونو رو بکشن بیرون به راهکارها میرسیم یک شرط دیگه ای که ما رو افکار ما رو منحرف میکنه تنهایی هستش خب اگر جدایی پیش اومده مسائلی پیش اومده یا اصلا تو شرایط جدایی هم نیستیم یه موقع هستش که تو روابط هستیم و احساس تنهایی میکنیم احساس میکنیم کسی ما رو درک نمیکنه احساس میکنیم هیچ کس ما رو نمی‌فهمه از همه باید دوری بکنیم خب این تنهایی خودش ما رو چیکار میکنه فکرمون رو تو یه جا تو یه محفظه میگیره و نمیذاره ما قدرتمندی فکرمون رو استفاده بکنیم شرط دیگه یا شرایط دیگه اختلاف داشتن با کسی ازش اگر اختلافی داریم اختلاف نظری داریم با عزیزانمون باور نداریم افکار دیگران رو نمیدونم ایراد میگیریم من چرا اینطوری فکر میکنم تو چرا اونجوری فکر میکنی و اختلافات به هر صورتی که هستش امیدوارم در سطح خیلی بالا هم نباشه بعضی وقتها هست در حد نفرت نمیدونم افکار و هیجانات خیلی بد نمیدونم انتقام گرفتن اینها در هر صورت اختلاف فکر ما رو تو اون محفظه نگه میداره و نمیذاره که تلفظ بکنیم شرط دیگه ای که افکار ما رو منحرف میکنه و پریشان میکنه و حالمون رو خراب میکنه استرس هستش البته استرس تا یه اندازه در زندگی لازم هستش باعث میشه که ما انگیزه داشته باشیم حرکت کنیم راه بیفتیم کار انجام بدیم ولی استرس وقتی که از اندازه معمولش بالا میره حالا اندازه معمولش مثلا فرض کنیم از صفر تا صد ما تا چهل و پنجاه استرسی که میتونه خوب باشه ما رو هیجانی میکنه ما رو راه میبره حرکت میکنیم ولی از پنجا به بالا که بگذره و پنجا تا هفتاد شاید اصلا دیگه داره بیش از توانمون میشه و پنجا هفتاد به بالا هم که دیگه اصلا ما رو میتونه خیلی اذیت بکنه استرس یکی از اون شرایط هستش که میخوایم شناسایی بکنیم و در هر صورت این چهار تا شرطی که الان من گفتم این هستش که بتونیم یادمون باشه وقتی که حرف از قدرت و شاد زیستن میزنیم اگر تو این شرایط داریم زندگی میکنیم خب مسلما شاد زیستن ترجیح ما نیست چرا چون فکر ما درگیر اون مسائل هستش آگاهی از اینکه کجا قرار داریم چه مسائلی برامون داره میگذره واقعیت همون چی هستش چه کسانی دور اطراف اون هستن چه جوری میتونیم کمک بگیریم و چگونه میتونیم تشریح کنیم مسائلمون رو به جای فرو خوردن عواطفمون باز بکنیم مسائلمون رو حرف بزنیم با کسی که بهش اعتماد داریم در چارچوب های سالم اینها همه کمک میکنه که ما فکرمون قدرتمندتر بشه و بتونیم شادتر زندگی بکنیم شادی دوباره بگم که یک مثلا تعریف نسبی هست برای هر کسی ولی اون چیزی که مد نظر من هست و امیدوارم برای شما هم باشه رضایتمندی فردی هستش خوشحال بودن از شرایط هستش سپاسگزار بودن هستش از چیزی که داریم و آگاهی از نقاط ضعف و قوتمون اینها همه کمک میکنه که ما پامون روی زمین باشه بیشتر و بتونیم از ناراحتی های زندگی راحتتر عبور بکنیم چون ناراحتی ها و شرایط زندگی وجود دارن اینها واقعی هستن ولی چیزی که غیر واقعی میتونه باشه نوع فکر ماست که درگیر میشه و اون مسائل رو بزرگتر از اون چه که هست نشون میده برای ما و اون تصویر ذهنی که ما داریم ما رو اذیت میکنه حالا تو برنامه های دیگه در مورد این تصاویر ذهنی بیشتر صحبت خواهم کرد شاد باشین روز روزگار خوش اگر پرسشی داشتین با gvcounseling.com یا با آریا تیوی تماس بگیرین خوشحال میشم در